وقتتون بخیر. من سینا ولی الله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه در خدمت شما. خب بالاخره هفته گذشته انتخابات کاملا بی اهمیت و بی ارزش آمریکا هم انجام شد و مردم فلوید پرور آمریکا تونستن تنها نگرانی ما که همانا بی‌قانونی در آمریکا بود رو برطرف کنن. اونی که ما می‌خوایم اینه که آمریکا برگرده به قانون، این برای ما مهمه. والا همین برگردن به قانون، وگرنه بقیهش برای ما اصلا اهمیتی نداشت. اونم که تا یه ایالت قرمز میشد دلار 200 تا میرفت روش، تا آبی میشد 100 تا میافتاد ازش، همش به خاطر همین نگرانی بابت قانون در آمریکا بود. وگرنه آقا من خودم به شخصه اصلا پشمام ریخته، نه از حماسه حضور مردم آمریکا، نه نه به اون که کاری نداشت، اون که اهمیت نداشت، از تاب و توان خودمون. دمتون گرم خدایش، مرحبا. یعنی هر کی دیگه جای ما بود تا الان سه تا شکم شش قلو زاییده بود، اما ما واقعا بی‌نظیریم. سطح فشاری که به کشور اومده تقریبا تو دنیا بی‌نظیر هست، به لحاظ اینکه اگر این فشار به هر کشور دیگه ای وارد میشد شاید اون کشور ارکانش به هم میریخت. واقعا ارکانش که هیچی، ارکونش هم به هم میریخت و پاره پوره میشد. ولی خب شما مردم عزیز تاب‌آوریتون به قدری زیاده که حتی مسئولین خودشون هم حیرت زده شدن. کشور ما یک مقاومت و تاب‌آوری واقعا حیرت انگیزی از خودششون داد. البته به نظر من اون اولش اسمش تاب‌آوری بود، الان دیگه از مرحله تاب‌آوری گذشته، این دیگه الان اسمش ناباروریه. این همه فشار، این همه تلاش، باز هیچ اتفاق نیفتاده. ما نمیشکنیم، ما در واقع اینجوری بگم که شده جر بخوریم محاله بشکنیم. ما تو تعریف تاب‌آوری میگیم که تاب‌آوری هفت مؤلفه داره. یکیش مقاومته، یعنی بر فشار نشکنه. بشکن بشکنه، من نمیشکنم. تحریم پا داره، هنوزم جا داره، من تاب‌آورم، خیلی کله خرم، نیست به هیچ برم، عین حسنم، اصلا نمیشکنم. ای بابا آقا میگم نمیشکنم دیگه، اصرار نکنید دیگه، ما شکستن تو کارمون نیست، ما شکستن تو کارمون نیست، فقط یکم خم شدن. مثلا یه درخت رو مثال میزنن، موقعی که باد میاد خم میشه ولی نمیشکنه. بله، ما همون درخته ایم که در برابر باد خم میشه اما نمیشکنه. ما هم در برابر فشارهایی که خوش بهمون وارد میشه شاید دولا بشیم، اما دیگه نمیشکنیم، که سعی میکنیم لذت ببریم. واقعا اگر درست هم به قضیه نگاه کنید میبینید 80% لذت رو داریم ما میبریم، این وسط فقط زور زدن و عرق ریختن و خستگیش میمونه واسه مسئولین عزیز زحمت کش قابل اعتماد. من اینکه مردمم اعتمادشون جلب بشه، من خواهش میکنم اگه به صدا و سیمای ما هم مثلا اعتماد نمیکنن، خودشون بزنن کانال های خارجی. وا، کانال های خارج، مردم ما اصلا دسترسی به ماهواره و کانال های خارجی ندارن. اینایی هم که الان پای تلویزیون دارن برنامه ما رو میبینن، اینا هم همشون رفتن خونه یکی از فامیلای دورشون که ماهواره داره. انقدر که اعتماد دارن به صدا و سیما و مخصوصا نه حتما به ما اعتماد دارن آقای دکتر، مخصوصا به شما. خیلی متشکرم از این پاسختون. ای بابا چه شکست نفسی میکنی خانم دکتر، مخصوصا به خود شما، ته اعتماد رو به خود شما داره. انقدر که همیشه با شعور و با شرف بودین، حرفاتون غیر سفارشی و کارشناسی و دقیق بوده. ما یادمون نرفته اون اوایل کرونا رو که واقعا میخوام خدمتتون بگم که نیازی به ماسک ما نداریم. حتی ما که در سازمان صدا و سیما داریم کار میکنیم و دور و برمون پر از همکارانه، تا وقتی خودمون مریض نشدیم هیچ احتیاجی به ماسک نداریم. بله، این ماسک هم که الان خودشونو جر میدن جریمه نقدی میذارن واسه نذاشتنش، یه زمانی اصلا بهش نیاز نبود. خب طبیعی هم هست، اون اوایل کرونا تازه اومده بود، کوچولو بود، لای روزنه های ماسک رد میشد، فایده نداشت ماسک بزنی. الان دیگه 8-9 ماه گذشته، ویروس ماشاءالله واسه خودش کتوکلفتی شده، مردی شده، گنده شده، دیگه نمیتونه لای ماسک رد شه. الان باید ماسک بزنیم، الان دیگه مثل سرماخوردگی ساده نیست.
هیچ نگران نباشید، صبر داشته باشید، عین سرماخوردگی میاد میره. من خودم فکر می‌کنم مبتلا شدم، دو هفته پیش دقیقاً این علائم سرماخوردگی رو داشتم، یه شکل دیگه بود، کاملا هم خوب شدم و هیچ مشکلی هم ندارم. یعنی در مورد نفخ معده‌ام که تهش با 4 تا گوز حل میشه انقدر ریلکس و راحت نمیشه صحبت کرد؟ مردم همین نظرات کارشناسی دقیق رو میبینن که اینقدر اعتماد دارن به صدا و سیما دیگه؟ البته از کنار مصاحبه های کاملا واقعی و اعتماد آفرینشون هم نباید گذشت، مصاحبه های مردمی و واقعی و حقیقی که قلب هر انسانی رو به درد میاره. والا این جیوی دخترم بعد از جمع سهم کرده بگه بدید من بعد جمع زندگی درست کنم. آقای درسته که مردم یه خونه زندگی مردم رو بزرزنن؟ واقعا تاثیر گذار بود. یعنی من صد بار دیگه هم ببینم این صحنه رو بازم گریم میگیره. فقط نمیدونم حالا که مردم اینقدر این رسانه ملی رو قبول دارن، پس چرا خود رسانه ملی خودش رو قبول نداره و هی توی برنامه های مختلف خودشون رو سوژه میکنن و میرینن به خودشون؟ جیسی دختر من اونجور بودم آقای کنا جایزیه من گرد بردم. ای برداشتی تو سریال تلویزیون گزارش واقعی مردم جایزیه سوخته و داغدار خبر خود تلویزیون رو مسخره کردی؟ یعنی میگی 23 دروغ گفته؟ یعنی میگی 23 گوه زیادی خورده؟ واقعا متاسفم براتون. آدم با هر چیزی که شوخی نمی‌کنه. همین کارا رو کردین به جای اینکه مردم از خبر 23 رضایت داشته باشن، بالاترین رضایت رو از کرگدن و گاو و زرافه و باقی حیوانات راز بقا دارن. این حرف من نیستا، اینو خود صدا و سیما نظرسنجی کرده. بر اساس آخرین نظرسنجی صدا و سیما، برنامه راز بقا با 96% رضایت پربیننده ترین برنامه بوده است. بفرما، به خاطر همین رضایت مردمه که مسئولین ما انقدر به حیوانات حسودی میکنن، چشم دیدنشون رو نداره. به خاطر همین حسادت هم هست که سهمیه علوفه بهشون خیلی کم میدن. دولتی به همون میدن، چقدر میدن؟ من آدم روزی 600 گرم نون میخورم، اون وقت مسئولین کشور ما برای هر گاو 600 گرم علوفه گوشتن. این 600 گرم به این گاو بزرگی به کجاش میرسه؟ بله، به هر حال آدمیزاد گاهی احساس رقابت میکنه، گاهی احساس حسادت میکنه، گاهی هر دوش. شما ببینید یه موجودی از شما هم محبوبتر بین مردم، هم کاراییش بیشتره، تازه درک و فهمش هم بالاتر. خب حسودی میکنی بهش دیگه، به سهمیه غذا نمیدی. البته من این حرفا رو میزنم خدایی نکرده به مسئولین عزیز برن، اما هدفمون نقده ها. اما این نقادی نیست، این نقد نیست. این چه جور نقدی است که خوبی ها رو اصلا نمیبینه، نقاط قوت رو اصلا نمیبینه، فقط نقاط ضعف رو میبینه؟ و راست میگه دیگه، این چه طرز انتقاده؟ چرا نیمه پر لیوان رو در نظر نمیگیرین؟ فقط نقاط ضعف، فقط فقر و بدبختی و گرونی و بیکاری و کرونا، فقط اینا رو میبینین؟ مگه کمن جوانای موفق و پرتلاش و پرکار که اتفاقا زندگی های خیلی خوبی هم دارن؟ اینم یه نمونش. پسر معاون اول حسن روحانی اسحاق جهانگیری با تسبیح و ساعت رولکس و ویدیوهای منتسب به او در شبکه‌های اجتماعی. راست میگه؟ بله که راست میگه. مگه مسئولین ما دروغ تو کارشونه؟ آه! خب این نقطه قوت نیست، پس چیه؟ همین که تونستن تو این شرایط اقتصادی سخت و تحریم‌های ظالمانه شرایط زندگی خوبی رو برای خود و خانواده‌شون فراهم کنن کم چیزی نیست. راحت به دست نمیاد، باید کل زندگی تو به درگاه خداوند متعال دعا کرده باشی. قرار هستش که قیمت‌ها کاهش پیدا کنن، درسته؟ دعا کنیم؟ بله، دعا کنید، دعا کنید قیمت‌ها بیاد پایین. فکر کردید بچه ایشون مثلا چجوری ساعت رولکس خریده؟ با پول باباش؟ نه خیر، رفته پشت ویترین ساعت فروشی دیده نوشته 400 میلیون. شب موقع خواب دستشو برده بالا گفته خدایا تو را به شرافت بابام قسم قیمت‌ها رو بیار پایین. بعد فرداش دیده همون ساعت آف 99% خورده شده 400 هزار. به همین راحتی دعا خیلی کارا رو راه میندازه، نه فقط واسه بحث اقتصادی، بلکه واسه بحث محیط زیستی هم به درد میخوره. سازمان محیط زیست وقتی که از رئیسش میپرسن این هوا اینقدر آلوده است، مدارس تعطیل، دانشگاه تعطیلن، چیکار باید بکنیم؟ میگه باید دعا کنیم باد بیاد.
بله. این عزیزان با باد مخصوصا نوع معده‌اش رابطه خیلی خوبی دارن و طبق همونم مملکت رو مدیریت میکنن. دست خودشون هم نیست. برای آلودگی دعا کنید باد بیاد. واسه خشکسالی دعا کنید بارون بیاد. واسه سیل دعا کنید بارون نیاد. واسه کرونا دعا کنید گرما بیاد. واسه حل مشکلات اقتصادی دعا کنید ترامپ نیاد. کرونا هم که خودش دعای مخصوص خودشو داره. جالب از خود چین بعضی از دوستان با من تماس گرفتن که تکلیف ما چی میشه؟ ما چیکار کنیم؟ من به اون عزیزان و به شما دوستان هم عرض میکنم این دعا رو حتما عزیزان یادداشت کنید. یادداشت کن از چین دارن میان، یادداشت کنید. شما از چین تماس گرفتن گفتن چیکار کنیم با این قضیه؟ نگو دیگه آقا، نگو اینا رو، لو نده فرمولشو دیگه. این همه تو دنیا دارن سر و کله خودشون میزنن واسه پیدا کردن واکسن و دارو، بعد شما مفوف میگی یادداشت کنین؟ چی یادداشت کنن بابا؟ این روش‌های نوین مبارزه با کرونا رو باید صادر کنیم. خطرناک‌تره برای شما. حالا کسایی که تو مس غذا بخورن با مس سر کار دارن کرونا نمیگیرن. راست میگه دیگه. فکر کردی چرا رونالدو با اون قد و هیکلش کرونا گرفت ولی مسی ریزه میزه نگرفت ها؟ چون مسی دیگه. چقدر بانمکم. نگو اینو دوباره فردا همه جا دست میگیرن. دیگه هم گفتن تو مس تمام میکروب رو میکشه. بابا جار نزنین این چیزا رو وسط تلویزیون، همه دنیا فهمیدن. حالا پس فردا که دانشگاه آکسفورد ایدمونو دوزید، خط تولید ظروف مسی آبکاری شده با شاش شتر رو انداخت، میفهمید اهمیت ظروف مسی چیه. اون موقع دیگه دیر شده و فقط یه روش انحصاری و بومی واسمون مونده که همانا حمله و سرکوب ویروسه. نقاطی که ویروس این در واقع کرونا محل سکونت خودش قرار داده، انشالله حمله کنیم. بله، از فرداست که برادران با همون روش همیشگی یکی یه باتوم و یه اسپری فلفل بگیرن دستشون بریزن تو خیابون، هر کی از سکت بیافتن و سرش انقدر بزننش که هرچی ویروس تو بدنش به این بره، دستشون هم درد نکنه. واقعا ما باید نه تنها واسه پایین اومدن قیمت ها بلکه واسه سلامتی این مسئولین زحمتکش هم دعا کنیم. اصلا وظیفه شهروندی ماست، به خصوص به کسانی که مسئولیتی رو عهده دارند و قراره که از این تنگنا کشور رو عبور بدن، نیاز به دعا دارن. بله، دعاشون کنید مسئولین عزیز رو که اگر درست دعا کنید من قول میدم همه مشکلات کشور حل بشه. آرزو دارم که مرگت را ببینم. البته به نظر من این آهنگ رو یه آمریکا بذاریم اولش، دوباره بازخونیش کنیم و توی مدارس هر روز پخش کنیم تا بچه‌ها و دانش آموزای عزیزمون بیشتر و بیشتر به اهمیت صلح و محبت و دوستی نسبت به هم نوع خودشون پی ببرن. دو تا پویش ملی رو اندازی کردیم متناسب با فضای در واقع آموزش‌های غیر حضوری و مجازی. پویش اول ما همه با هم مرگ بر آمریکا. بابا واقعا بابا به این پویش مرگ. واقعا سیستم آموزشی کشور دیگه داره به حدی پیشرفته و علمی میشه که با پشت دست زده تو دهن سیستم آموزشی ژاپن و داره یه سیستم نخاله پرور رو جایگزین سیستم نخبه پرور ابلهانه اونا میکنه. دانش آموزا روز 13 آبان ساعت 9 صبح با کمک والدین محترم، تاکید میکنم با کمک والدین محترم و همینطور رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی، تاکید می‌کنم ایمنی و بهداشتی تاکید کردم، 60 دفعه تاکید کردم، با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی روی پشت بوم خونه‌تون پرچم آتیش بزنین. ببینید چقدر حساب شده و دقیق. رعایت اصول بهداشتی و ایمنی خیلی مهمه. اصلا از قدیم الایام گفتن اول تاکید می‌کنم ایمنی و بهداشتی، بعد نابودی استکبار و آتیش زدن پرچم کشورهای مختلف و آرزوی مرگ کردن برای تک تکشون. در پشت بام منازل یا حیات منازلشون پرچم رژیم غاصب کودک‌کش صهیونیستی و همینطور آمریکا و فرانسه رو زیر پا بذارن و به آتش بکشن و همه با هم مرگ بر آمریکا بگن و کلیپ یک دقیقه برای ما ارسال کنن. روی پشت بام؟ بله دیگه، پس کجا؟ تو زیر زمین؟ باید دیده بشه دیگه. اصلا به نظر من برید رو خرپشته، دید بهتری هم داره. ببخشید اون فرانسه هم اضافه شد؟ یعنی اسرائیل و آمریکا و انگلیس کافی نبود؟ ای بابا اینجوری که پیش میره کم کم ملت باید هر سال کلی پول بدن پرچم کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا رو هم بخرن واسه مناسبت‌های مختلف. اینجوری فایده نداره که. فکر یه جایگزین باشه واسه پرچم. پرچم همه پیدا نمی‌کنن. بله، عرض کنم خدمت شما که نقاشی مثلا عرض کردم با کمک والدین. نه بابا نقاشی هم نمیشه، اون همه پرچم فقط سه تا کارتون مداد رنگی 24 تایی مصرف میشه واسه کشیدنش. قیمت مداد رنگی رو دیدی؟ من میگم اصلا چه کاریه این پرچم کشورهای مختلف آتیش بزنن؟ قشنگ بگیم بچه‌ها یه نقشه کره زمین بخرن، از توش ایران و چین و روسیه رو دورچین کنن، در بیارن بقیه‌شو بسوزونن بره پیکارش دیگه. هم یه کاردستی، هم یه حرکت فرهنگی.
منم تا شما آماده بشیم واسه بخش بعدی یه دو سه تا پرچم و سه چهار تا عکس و چند تا قطعنامه گذاشتم اون گوشه، برم آتیش بزنم و برگردم بیام خدمتتون. اون دبه بنزین رو ببینید. چطور شدی؟ قربون شما. خوبی؟ سلام. فکر می‌کنم بتونم ساکسیفون یاد بگیرم تا هفته دیگه. نه. چرا؟ چون می‌خواستی بری بالا پشتبون پرچم بسوزونی. من مام بابام نیستم. گفتم حضور والدین. من بدون مام بابام که پرچم آتیش نمی‌زنم. درسته، تأکیدم کرد با والدین. والدین. من خیلی برام نکات این منیو بهداشتی مهمه. و مداد رنگی چی؟ چند درصد مداد رنگی؟ مداد رنگی قیمت مداد رنگی رو دیدی؟ داشتم نگاه می‌کردم توی یکی از این وبسایت‌ها. اگر مداد رنگی مثلا فایبر کسل مثلا از این تو این ما اینا که بالای 10 میلیونه. نه 11 میلیون مداد رنگی جعبه شو گذاشت. البته مثلا 24 رنگ نبود، بیشتر بود، مثلا چه میدونم 60 70 تا بود. ولی خب خیلی از ماشین می‌خرید، دو تا ماشین با مداد رنگی. آره. و میگه ما مداد رنگ، ولی خب اون 24 رنگ جنس خوبش مفت 1.4 سنت. آها کاری نه، 1.4 سنت. همه این نقشه های دنیا رو، پرچم های دنیا رو میشه. من وقتی تازه رفته بودم سوم راهنمایی پراید اومده بود 1.2 میلیون. یعنی سه تا مداد رنگی ها رو برداری قیمتش با پراید اون موقع یکیه. بعد میگم برو با مداد رنگی رنگ کن آتیش بده. خب خوله مگه؟ اولش میتونم همه پرچم های دنیا رو نقاشی کنم بسوزونن دیگه، انتخابات هم دیگه. آموزشیه که به هر حال توی رسانه ملی داده میشه دیگه، بعد گوش بدن. چون بعدشونو که نمیخواد که دلیل داره که به هر حال انقدر پر مخاطب دیگه. انتقاد باید خوبم بگی، خوبش هم بگی. ولی تو مگه لباس دیگه نداری؟ من نه. یکی از اعتراضایی که شده بوده به ما گفته بودن شما چرا یه دست لباس دارید؟ ببخشید یه دست لباس دارم. من راستش بخوای 3-4 تا کوچلوار دیگه دارم، ولی خب دیگه حالا فقر دیگه. چرا ما رو مسخره میکنید؟ مثلا یه دست لباس داشته باشیم چه اشکالی داره؟ شما به لباس ما چیکار دارید؟ به موضوع برنامه کار داشته باشید. حالا فرض کن من هر هفته مثلا یه رنگ بپوشم، عین همون جعبه مداد رنگی، من لباسام همه دونه به عین مداد رنگی، رنگ‌های مختلف، زرد، صورتی، بنفش، چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که دلتون شاد به دعا برداریم. این دعا خیلی مهمه. دعا تو کردی امروز اومدی؟ نه، خب تو صبح نگفتی بهم. برو سریع اون پشت دعا تو بکن. بشین حالا بذار من معرفی کنم بچه بعدی رو. بعد دعا ببین مسئله خیلی دعا خیلی مسئله مهمیه. درست. این قضیه رو حتی توی چیز میز این هفته هم بهش پرداختن، اینقدر مهم بوده. پس آره. ببینیم آقا این چه وضعشه؟ قیمت ها هر روز داره میره بالاتر، چی کار کنیم؟ دعا، دعا کنید قیمت ها بیاد پایین. آخه دعا چیه؟ یه طرحی، برنامه، چیزی؟ اتفاقا در این مورد ما طرحهای کارشناسی و برنامه های اقتصادی خوبی هم داریم و قرار شد از این به بعد انواع دعا رو با نرخ دولتی در اختیار مردم قرار بدیم. یعنی چی؟ این لیست دعا فروشی های مجاز دولتی جهت تهیه انواع ادعیه اقتصادیه. مردم با ثبت نام در سامانه دعام میتونن از این سایت نوبت بگیرن برای خرید دعا با نرخ مصوب دولتی. لطفاً کد ملی خود را وارد کنید. لطفاً مبلغ 49800 تومان را جهت تشکیل پرونده دایی و مبلغ 12320 تومان مالیات بر دایی افزوده را به شماره حساب زیر وارد کرده و کد پرداخت را ثبت نمایید. درخواست شما جهت نوبت جمشید بسم الله ثبت کردید. لطفاً جهت خرید دعا با در دست داشتن کد رهگیری در تاریخ 26 ماه آتی ساعت 8 صبح به آدرسی که برایتان پیامک می شود مراجعه نمایید. چی می خواهد؟ یه دعای کاهش تورم. بذار زنگ بزنم قیمت بگیرم. الو، دعای تورم چنده الان؟ با
اوکی مرسی. 8,400,000 او تا دیروز که 6,200 بود. او مال دیروز بود که ترامپ توی نظرسنجی ها خیلی عقب بود. میخوای دعای شکست ترامپ رو در انتخابات بد بنم؟ ولی گرونه. نه، به جاش دعای خرید مسکن با قیمت مناسب بدید. چند متری؟ متریه مگه؟ بله دیگه، دعای مواد غذایی کیلوییه، دعای ماشین مدلیه، دعای مسکنم متری. تازه منطقه به منطقه هم نرخش فرق میکنه. واسه کجا میخوای دعا رو؟ والا یه 50 متریه، یه خواب سمت نارمک دیدم. والا شهر ندارم، یه خوابم ندارم. در حد یه سویت 25 متری اطراف شوش میتونم به دعا بدم که اونم میکنه به عبارت 56,300,000. اوه خونه نخواستم بابا، ولش کن اصلا. یه دعای پیدا شدن انسولین بدیم به من برم. شرمنده، اون دعاها دیگه وارد نمیشه، همه رو فرستادیم عراق. ای بابا، خب من کلن یه 2-3 میلیون پول دارم، دعا ما چی داریم برام؟ با 2-3 تومن که دعا نمیدن آخه. حالا بده پولتو ببینم. بیا اینو بگیر، عروسک دعاگو، گردنشو که فشار بدی برات دعا میکنه. دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. خدا رو شکر. بچه ها دست باب با ساکسیفون. خب خیلی بیادبی بابا، شرم میاد، اصلا شرم حضورم من میاد. نه نه نه، باید افتخار کنی، شرم نباشته باشی از حضور. حماسه حضور، حماسه حضور، حماسه حضور رو فقط مردم آمریکا داشتن. انتخابات برگزار شده دیگه، اصلا ویدیو، یه ویدیو درست کرده بودم با عنوان حماسه حضور. ویدیو رو با هم ببینیم. در مناطق کشور آمادن با حضور در پای صندوق‌های رأی بار دیگر شکوه همدلی و وحدت رو به نمایش بگذارند. چرا؟ چه چیز باعث میشه؟ بهرار یه تکلیف شرعی با انجام امسال اولین باری که رای میدم، خوشحالم که دارم رای میدم و از سرنوشت مملکت تمام میسازم. کوتاه کردن دست اجنبیان و مستکبرین به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون باشیم. و مثل همیشه مشارکت فوق‌العاده‌شون، صف‌های طولانی و صبوریشون توی صف‌های طولانی و حضورشون در این انتخابات منجر به پیروزی سرزمینمون شده. خیلی خوبم، قشنگ، خیلی همه چی نشسته بود، نشسته بود. رو صداها، آره رو صداها عالی بود، خیلی عالی بود. ولی خب این ویدیو در مقابل استعدادهای ما هیچه. نگو بابا این حرف رو، این حرف رو نزن. همشون خبره، نمیدونی چرا فرق میذاری؟ چرا؟ حالا میبینی، میبینی حالا فرق. حالا ببینیم چند تا از استعداد رو ببینیم. Thank you.
آخری خیلی باحال بود. خیلی باحال. پر انرژی بود. دمتون گرم. دمتون گرم. بازم بفرستیم برای ما دیگه سعی خودمون رو می‌کنیم دیگه. حتما. تا جایی که میشه پخشش بکنیم. خدمتتون عرض می‌کنم جدا از مسئله لباس من امشب حتما باید چندین بار اشاره بکنم به اینکه مصاحبه امشب خیلی قدیمیه ها، چون اصلا پروتکل های بهداشتی کرونایی رعایت نشده توش و خیلی قدیم، حالا اون قدیما بود دیگه، تموم شد رفت. و اگرم لباسمون باز شبیهه به خاطر همینه که یه دست لباس بیشتر نداریم. شادی امشب مهمون داریم. مهمون مورد علاقه خودمه. تو رو خدا. به خدا. یکی از بانمکترین، با استعدادترین و باحالترین استنداپ کمدین هایی که اصلا وجود داره. بگو ببینیم کیه. با اصالت ایرانی ها. استنداپ کمدین زیاد است ولی با اصالت ایرانی این اصلا یه چیز دیگه است. خانومم هست. وای وای میدونم کیه. سلام. خلاصه یه چیزیه واسه خودش دیگه، بذار دعوتش کنم بیاد دیگه. انیسا امانی. حسودیم شد. آخی خوبی عزیزم، خیلی خوش اومدی، چون تو یه خودم هایپرسی راحت بودی اون پشت. نه داشتم میپریدم. من همش نگران بودم از اون در فرار استراری بری بیرون و اینجا مثلا آژیر بکشه و هزار تا اتفاق ممکن بود. من نمیدونم آدینس تو میدونه که چقدر هم نه فقط شادی و سینا جون بلکه پشت صحنه تیمه. اجازه بدین ببخشید من مو رو از رو میکروفون بردارم. این آره اشکال نداره، ادامه میدیم. خیلی خوب. که اصلا نمیدونم که بیننده‌هاتون میدونن که چقدر این کل تیم تو پشت صحنه و بند و اینقدر آدمای باحال و بانمک و مهربون که آدم تا میاد این تو اصلا خود به خود هایپ میشه. ما بچه‌ها بعد ازتون تعریف کرده بعد. خب بالاخره من یه مصاحبه قبلا با انیسا داشتم. شما راحت باشید. راحت باشه ازم. راحت. الان خوبی؟ خوبم. همه چی خوبه؟ راحت. حالا مثلا بذار من بگم. سینا بذار. 55 یعنی. چی؟ ببین سه بار هی گفت میام لندن کنسل کرد. هی گفت میام لندن کنسل کرد. بابا این ماه، اون ماه آخه چند کشتی من. آخر سر یه صبح زنگ دارم میام. آخه مشکل من میدونی با لندن اومدن چیه؟ اولا که برای من افتخار بزرگی، سینا میدونه ایشون نپرسه من میپرسم میگم که میتونم میام. ما لندن زیاد میایم، فقط لندن که میایم پرواز از شهر خودم تو آلمان تا لندن هست حتی فکر کنم 50 دقیقه، یعنی خیلی هم ارزون اگه به موقع بگیری. اصلا از لندن که میرسی اینقدر این شهر میشه گفت آره هر چی دلت میخواد بگی بگو. اینقدر این شهر بزرگه. اینو میخواستی بگی؟ هم میخواستم یه چیز مثلا یه ذره بدتر بگم، یه ذره بدتر از بزرگ. اینقدر این شهر بزرگه که از فرودگاه تا مثلا برسی به هر جای لندن میخوای بری 2 ساعت 3 ساعت. بعد این بعضی بار مثلا ما میایم بعد 2 ساعت یه جا ترمین داریم میریم، بعد میگیم حالا چه جوری برسیم. من میتونم از خوشگلی شما کم بکنم یه مقدار این مو رو بنزنم این بعد نداره، بذار خوشگل باشم. این الان خوشگلی، الان لحظه خوشگلی تأمینه. ببین من اینجوری حواسم هست. اوکی ایوا خلاصه مرسی که اومدی. ولی دمت گرم که اومدی. مرسی که دعوت کردی. یه تخصص خیلی خاصی داره، با اینکه استنداپ کمدینه ولی به راحتی هر مسیجی که میده یه دونه آدیو بوکه، یه دونه کتاب گویاست. یعنی مثلا میگید انیسا چه خبر؟ بدبخ شدی رفته. حداقل 9 دقیقه وایس میده که توضیح بده که چیه. خب خبرها رو میخواد بگه. نه اصلا... اما من چون میدونم گوش نمیده تا آخر، وسطش اینجوری لغتای تست میندازم. مثلا وسط حرفم مثلا یوی میگم پنجره، همینجوری که ببینم این بعدن میگه مثلا تو پنجره رو شنید یا نه. اما خودش اینجوریه، من مثلا 20 دقیقه رمان تولستوی رو دارم توضیح میدم بهشون، بعد جوابش اینجوریه اوکی. اصلا هیچ اوکی توش نبود. یه اوکی اصلا یه دفعه من ازش پرسیده بودم ایران که رفتی کدوم شهرها رو رفتی، شروع کرد
اصفهان نرفتم، شیراز، یعنی میخواست 2000 تا شهر رو که نرفته رو بگه که در انصاف مثلا 4 تا شهری که رفته بمونه. آره همش. اما خوبیش اینه که آلمان در واقع همین شده شغل من، درسته؟ یعنی مردم پول تیکت میدن 50 یورو که فقط بشینن من فک بزنم. خب همینش، یعنی در واقع اسمش تمیز بوده دیگه. Und wisst ihr was ich mache? Ich spreche den an. Ich sag so: "Und was machst du morgen?" Ja. So wisst ihr. Ja, Ja, das ist nicht cool. خندوندن آلمانی من فکر می‌کنم یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. اتفاقا راستش بگم همین هست. یعنی من تازگی‌ها که شروع کردم با استنداپ فارسی، احساس می‌کنم اولا با این حالی که فارسی به خوبی آلمانیم نیست، خیلی نمی‌خوام بگم راحت‌ترم، اما بیشتر به مزه میده. چون احساس اینجوری احساس می‌کنم خودمونی‌تره. احساس می‌کنم راه انگار دارم با خانواده‌ام صحبت می‌کنم، با دوستام صحبت می‌کنم. با آلمانیا چجوری میشه گفت بیشتر یه کاراکترم آن استیج، یعنی مثلا خود انیسا نیستم، یه هاو دو یو سی لایک یه پرسونا، یه شخصیتی، یه شخصیتی هستم که خب بخشن از خودم میگم، از بچگیام میگم، مامان بابام میگم، از خود آلمانیا اینقدر به آلمانیا فوش میدم. چون خیلی از ایرانی‌ها تازگی‌ها که با استنداپ یه ذره مثلا آشنایی پیدا کردن، بعد هنوز فکر میکنن که مثلا استنداپ یعنی مثلا جوک گویی، مثلا جوک بگی. تا مثلا یه ذره چجوری بگم انگوش بذاری روی یه جایی که مثلا یه کمی درد میکنه، راجب مثلا یه انتقادی بکنی به جامعه ایرانی، حتی به خود خودم به عنوان یه دختر ایرانی، بعد زود میبینی مثلا فکر میکنن که حالا مثلا چجوری بگم شده؟ چی شده، یا مثلا منظورت واقعا، یعنی نگران میشن، یا هنوز اونجوری منظورتو نمیگیرن، درک نمیکنن که مثلا شوخیه. معلومه که من این حرفو میزنم، مثلا مگه یه حرف بزنم راجع به مثلا بینیای عمل شده، خب من خودم بینیمو نه فقط عمل کردم، خیلی هم با افتخار 20 بارم عمل میکنم. منظورم اینه که بعضی بار هنوز احساس میکنم که یه ذره حساسن، بعد استنداپو به اون سویی که بعد یه ذره تحریک کننده باشه، یه ذره دردناک باشه، یه ذره انگشت رو بذاری روی یه جای جامعه که مثلا حتی شاید یه ذره خوشت نیاد، احساس من خیلی حساسن. اما در عوض اونایی که متوجه میشن یک کیفی میکنن، یک فیدبک هایی برای من مینویسن تو اینستاگرام، بعد بعضی بارا میبینم چقدر جالب، مثلا نام های بزرگ استنداپ رو میشناسن، مثلا میگن بله ریچارد پرایر اینجوری بود، دیو شپل بیشتر اینجوری، بعد از ایران برام مینویسن. من مثلا انتظار ندارم که مثلا یه پسر جوون 18 ساله مثلا حالا هر شهر ایران بگه بله من عاشق ریچارد پرایرم. برای من به عنوان یه دختری که تو آلمان بزرگ شده، خب خیلی اینجوری برای من به دلم میشینه که میگم چقدر جالب، یعنی تو هنر من خیلی فن هست تو ایران. البته میدونی که این شاید بهت بگم 5-6 سال گذشته این اتفاق افتاده، یعنی این رشد و این شکلگیری و فهمیدن و شناختن استنداپ مثلا 5-6 سال اتفاق قبلش اینجوری نبود. من نیم ساعت فقط توضیح میدم که خدایا خواهش میکنم به خودتون نگیرید. بعد بعضی ها مثلا اگر من اولای کارم بود که مثلا میگفتن خب تو همین حرفا رو به آلمانی ها هم میزنی، گفتم من اولین جمله ای که به آلمانی ها میگم، میام رو صحنه میگم، اونم فکر کنم من به عنوان یه دختر ایرانی با موی سیاه، یعنی مثلا اونا منو تو آلمانی نمیدونن، با این حالی که آلمانی از اونا بهتره، منو آلمانی نمیدونن، اما میام رو صحنه میگم من از شما آلمانی ها متنفرم، با اون چوب تو بگو هر چی دلت میخواد، بگو ما بوق میذاریم، خیلی مثل ربات چیز میکنین و خیلی پلیسی هستین و اینا، بعد اونا هر میخندن. یعنی اصلا من هر چی بیشتر بهشون فوش میدم متوجهن که آره بیشتر خود، بعد تازه به من میگن که من معروفم تو آلمان، که میگن نه این به عنوان یه استنداپ کمدین خیلی خانومه، خیلی نرمه، چون مثلا من زیر کمر مثلا جوکای مثلا زیر کمری یا مثلا چونم رابطه جنسی و اینجور چیزا رو همینجوری از روی، نه که نمیخوام بگم بده یا خوبه، استایل من نیست، خوشم نمیاد، بعد میبینم که آلمانیا به من میگن چقدر تو نرمی، بیشتر بگو اینجوری. ایرانیا تا مثلا یه ذره امکان داره مثلا بگی که مثلا ببین آره، یا حتی بگی ببین ما ایرانیا چرا اینجوریم، مثلا ما ایرانیا چرا مثلا اینقدر مثلا اهمیت میدیم به مثلا استاتوس و مثلا، زود امکان داره، زود باید دو تا مثلا دو تا هم اصل چجوری میگن، دو تا همین چیز خوب بهشون بگی که ناراحت نشن. اما من احساس میکنم الان و امیدوارم هم که بیشتر نه فقط آقایون، حتی دخترها نه فقط روش کنن، بلکه اصلا هر کی به استایل خودش، یکی شاید بگه من میخوام مثلا خیلی پررو باشم، یکی بگه نه من میخوام بیشتر سیاسی باشم، یکی بگه من میخوام مثلا بیشتر، هر چی که هستی بتونی بگی و مردم درک کنن. ما این ضرب المثل فارسی هم هست که مثلا بین لاین ها بخونی، یعنی بین خطوط بخونی، متوجه بشی که این در اصل حرفش
کار حرفش چیه؟ اما خیلی حال میکنم با ایرانی با توجه به اینکه سه تا برنامه فارسی هم استنداپ فارسی برای اولین بار پارسال داشتی. سینا جون نمیدونی سول اوت شد در عرض 10 دقیقه فرانکفورت، دوسلدورف و وینا. Germans here? Because people wrote me, hey, we have tickets for London. Where's the German people? Here? Reihe 3? Wo seid ihr her? Aus Heidelberg, wie süß. But Iranians from Heidelberg? How cute is this? And you came for me? Yeah, not like her, but like, yes? Not for me. Why do you melden here? Why do you... I'm who's here for me? And you just want to mention where you're from. Nobody cares. Somebody here for me? Like two people. Uh-huh. What is your name? G? Lewis. And you're from Germany? Here? For me. I love you, Lewis. Didi, آقای Heidelberg. He is like totally. Thank you, Lewis. در ایرانیا ببین شوهای آلمانی مثلا من 2-3 هزار نفر میان دیگه. مردم جینز، پولیور، بلیتو خریدن اومدن. ایرانی ها دیدم با لباس شبانه، کراون اینجوری. گفتم خدایا من دارم با مثلا جینز و مثلا سنیکرز میام رو صحنه. ایرانی ها مثلا انگار اومدن عروسی. آره بعد مثلا آقایون ایرانی هم مثلا هم خانوما هم آقایون همه رولکس به دست و چیز گردن بند اینا. گفتم خب اولین جا کم فکر کنم این بود. گفتم خدایا دارم این ایرانی ها این همه اینقدر شیکن، همه اینقدر اینجوری رولکس به دست. اینا تو نمیدونی ایشون مثلا وکیل، دکتر، کشه، چیه؟ اصلا همه اینا is possible. بعد اما اینا رو متوجه میشن و کیف میکنن، اما تو اون لحظه‌ای که مثلا یه دونه رو پیک آوت میکنم که مثلا راجبه ایشون شخصا مثلا یه چیزایی بگی، بعضی رو میبینی اینجوری جدی جدی میشه، اینجوری نگاه میکنه. بعد من به سکیوریتی هم، من سکیوریتی تو شوهای آلمان زیاد دارم چون راستای آلمان خیلی به من از این فرت می‌نویسن، میان میکشمه چون من خیلی چیزای سیاسی ضد ریسیزم اینجور چیزا میگم. بعد الان اونا خیلی رشد کردن تو آلمان این راسیستا و اینا. منم راحت رک میرم تلویزیون آلمانی میگم میایم، بیشترم میایم، همه مون هم میایم، تازه ایران هم خیلی دوست داریم، بازم میایم، اینجا هم میایم. ناراحت میشه. بعد اما به سکیوریتی هم تو شو ایرانی ها، شو ایرانیم گفتم که تو رو خدا حواستون باشه چون اینا هنوز به استنداپ اونجوری یوی دیدی یکی پاشد صندلیشو انداخت رو صحنه، هنوز ما تو فاز تستیم که اما کیف میکنم سینا بخواد. یعنی آرزوم اینه که مثلا یکی دو سال بشه که بتونم فقط شوهای ایرانی فارسی all around the world مثلا بری تورنتو، بری مونتریال، فقط شوهای ایرانی. مطمئنم که این اتفاق میفته. یه سر بریم به اتاق فرمان، دوباره برمیگریم در قسمت دوم مصاحبه با انیس جان هستیم. یه شوشو نمیدونم روی نتفلیکس دیده بودی، فکر کنم پارسال شد روی نتفلیکس، با اینکه فوق العاده بود، فوق العاده، خیلی باحال بود. ممنونم. نه به خاطر رفاقتا، واقعا باحال بود. خیلی هم افتخار میکنم چون نه فقط اولین دختر ایرانی هستم روی نتفلیکس، حتی اولین بین خانم و آقایون هر دو، اما اولین خانومی بودم در اروپا که نتفلیکس به من یه اوریجینال اسپشیال داد. یعنی سراسر دنیا پخش میشه با زیرنویس، زیرنویساش هم خیلی زیرنویساش فکر کنم هست 24 تا زبون، 24 زبون زیرنویس شده. برای من فیدبک میاد از فنلاند، از کره ای، از کجا که اسپشیال تو دیدیم. با این حالی که کمدی ترجمهش سخته دیگه چون خیلی فرهنگیه، بعد من خیلی چیزا برای آلمانیا میگم. بعد یه چیزی که خیلی برای من جالب بود، دو تا اسپشیال، یعنی یکی که تموم شد 6 ماه بعدش به من دومی رو دادن. و من تو اولین اسپشیال من آلمانی که صحبت میکنم، خب من یه ذره چی بگم، جوری جوانانه تر صحبت میکنم، سلنگ صحبت میکنم. آره خودمونی. بعد یه لغتی ما داریم تو آلمانی که بهش میگیم آلتا. آلتا در واقع یعنی مثلا چک کن لطفا این کارگردانه منو کشت. آلتا ببخشید. آلتر به انگلیسی بگم شما میگین دود اور من، مثلا میگی دود آی دید دت. به فارسی هم چی میگه؟ مثلا پسر، داداش. ما این آره تو آلمانی ما خیلی اینو استفاده میکنیم، آلتا. مثلا میگیم من این کارو کردم، آلتا، ای آلتا، این چیزی پیش اومد، مثلا اینجوری. حالا من چون من فرانکفورتم با لهجه فرانکفورتی یا شهر فرانکفورت صحبت میکنم و ما آلتا رو میگیم آلا.
خب مثلا میگیم الله واقعا این پیش اومد، یا مثلا الله تو رفتی اونجا، حالا من هی تو این اسپیشال هم گفتم الله الله الله، اونی که ساب تایتل رو نوشت همه اونا رو نوشت الله، حالا کل اسپیشال من شده مثلا الله این پیش اومد، الله یعنی لغت عربی اشتباهی ترجمه شده درسته؟ نه بعد من بعد که در مدت من گفتم میخوای چینجش کنیم چون اونا استریمینگ ان دیگه، گفتم نه دیگه اینقدر همینش خنده دار شده که همونو بذار، بعد من اینو برای اسپیشال دومم راجع به همین صحبت میکنم که میگم خدایا شما کدوم اوبر درایور رو آوردین که این زیرنویسا رو بنویسه، چون مثلا حرف الله توش نبود، اصلا حرف خدا توش نبود. حالا کدوم استندآپ کمدی برات سخت‌تره؟ به چه زبونی سخت‌تره؟ چون به سه زبون اجرا می‌کنی دیگه. من آلمانی رو، من 6 ماه بود که اومدم آلمان و کل ایران رو 2 هفته دیدم. یه بار رفتم بینی مو عمل کردم، یه بارم رفتم که خانواده‌ام فکر نکنه فقط به خاطر بینی اومده بودم. یعنی در واقع 2 هفته ایران رو بیشتر نتونستم ببینم، که خیلی هم ناراحتم، یعنی خیلی دوست داشتم ایران رو قشنگ ببینم، نه فقط خانواده‌ام و شهرش و فرهنگاش و ایران، بالاخره این همه ملت، این همه فرهنگ، این همه تاریخ نتونستم ببینم. و با این حال فکر کنم فارسیم مقایسه به اینی که 2 هفته تو ایران بودم و هیچ وقت مدرسه ایران نبودم خوب بود. و بابام با من کار کرد، من قدر یه مثلا کلاس 4-5 میتونم بنویسم و بخونم، خیلی هم افتخار میکنم. برای من کامنت فارسی که میاد بعضی بار به فارسی، بعضی بار به فارسی جواب میدم، بعد مثلا بعضی بار مثلا جای سین مثلا میبینی سات گذاشتم، یا مثلا نوشتم یه چیزی به بعد ایرانی ها زود برای من مثلا می نویسن انیسا جون اینو اشتباه نوشتین، اما خیلی افتخار میکنم که مثلا اونا رو همینجوری یواش یواش برای خودم یه جورایی به فارسی می نویسم. اما بهت بگم با این حالی که فارسیم تکمیل نیست، احساس میکنم استنداپ همونش باحالش میکنه، چون مثلا بعضی بار یه لغتایی رو نمیدونم و مثلا میگم خانم شما به من کمک کن، اینو اینا چی بگن، بعد مثلا خود اون یه جاهایی خیلی خنده دار میشه. خب اون ویدیویی که یه ویدیو گذاشتی روی سینا آره هم اون ویدیو من میدونم تو کدوم، بعد میدونم هم چرا راجع به اون ویدیو اون تو صحبت میکنی، الان بهت میگم. ویدیویی که گذاشته بودی راجع به این کامنتایی که میان مخالفت هستن، مثلا میان حالا بی احترامی میکنن یا اعتراض میکنن گذاشته بودی و خیلی محترمانه تا آخرش رفتی، یه دفعه آخرش یک عالی بود. ببین من معتقدم که آدم باید برای هر شخصی که در اینستاگرام و فیسبوک و اینا برات کامنت میذاره احترام قائل باشی. کلن در دنیای مجازی نمیشه که فقط برای اونا مثلا احترام قائل باشی که حرفای مثبت میزنن، حرفای مثلا خیلی مهربون برات مینویسن. نه خیر، یه فردی هم امکان داره یه انتقادی بهت داشته باشه، یه انتقاد خیلی سازنده‌ای بهت داشته باشه، طرف امکان داره بگه که انیسا جون من اصلا از استنداپ کمدی به این شیوه خوشم نمیاد، اصلا از شخصیت خود شما خوشم نمیاد، اصلا از لباستون خوشم نمیاد. آدم باید احترام قائل باشه، نمیشه که برای شب عمش. الان خجالت داره خدایا. بعد ایرانی ها خب خیلی ها نوشتم ها 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 هو هو هو، خیلی ها نوشتم انیسا من مثلا من تا حالا اصلا نمیدونستم تو کی بودی، اصلا خیلی باحال بود. فقط خیلی ها نوشتم که عزیزم تو رو خدا دفعه بعد بگو ما آیفون گوشی ها رو نازم، شما مثلا تو رستوران نشسته بودیم یوی این. اما خیلی ها مثلا نوشتم تا اون آخرش خیلی باحال بود، چرا اون دیگه اون حرف زد؟ اصل قضیه همون اون بود. اصل قضیه اینه که تو خیلی مؤدب میای جلو، یوهی یه حرف خیلی زشت میزنی دیگه. حالا کجا میدونستی که من به اون چون اصلا اون اصلا من اونو موهاتم درست کن من اونو سپیشل برای سینا جون گذاشتم. شما فکر کن سینا رو تا حالا 3 بار بیشتر ندیدم، یه بار تو دبی یه چیزی با هم ریکارد کردیم، من فکر کنم داییم اومده اون بالا، همچین ریشی هم فکر کنم داییم، من 7 تا دایی دارم راستش، فکر کنم یکیشون این ریخی باشه. پس بیاده شد چون ممکنه خیلی شهر به پشت اینا خانواده‌شون خیلی پر جمعیت. یه بارم سر یه شو من و مکس جون اومده بودی تو لندن که خیلی برای من مثلا افتخار بود، خیلی از این ایرانیای هنرمند اینا اومده بودن، بعد من از این ایرانیای از این جوری هنرمندای مثلا اینجوری نه اونایی که اینا سینا منو نمیگه، منو نمیگه، منو نمیگه. واسه همین من گفتم این جور ویدیوهایی که میذارم، من 2-3 تا استنداپ فارسی گذاشتم آنلاین که بعضی بارم خیلی واقعا خیلی خیلی ممنونم از اینی که با یه سری آرتیستای ایرانی دوستم، چون خوشم میاد مثلا حتی به من زنگ بزنن یه کمک کوچولو، حتی اگه خودشون تو استنداپ نباشن، مثلا میگن انیسا جون زیاده بود، من اون جوک راجب این گفتم که من خیلی از 2 چیز خیلی بدم میاد، یکی از هر جور نجات پرستی و هر جور ریسیسم اینا، یکی از کره ای.
بعد من اول که این جوکو میخواستم بسازم، برای من اصلا مهم نبود که کدوم کشور رو بگم، میخواستم همین این تناقضش برای من مهم بود که تو بگی آه من از دو چیز خیلی بدم، یکی مثلا ریسیز که میشم اون نجات پرستی درسته، یکی مثلا از رئیسا باشه، یکی از نجاتا باشه. من زیاد دوست ندارم یکی تو هنر من دخالت کنه، چون ایت مای استایل. اصلا دوست ندارم یکی به من بگه بیا من بهت، من مثلا فارسیم بهتر، بیا بهت کمک کنم. میگم نه خیر، خودم از تو بهتر. نه منظورم من به نظرم تو باید تو خودت رشد کنی، استایل خودت رو. اما از اینی که یکی به من بگه ببین تو جامعه ایران این لغت ما... یه احساس دیگه ای هست تا این، این برای من خیلی ما سینا همیشه خیلی اینجوری مؤدبانه، مثلا اینجور ببین سینای واقعی همه آدم مؤدب است که داری رجوعی صحبت میکنی، نه اونه که داری صحبت شو میکردی. میدونی چقدر خوب میرقصه؟ یعنی یکی از من رقص شادی رو خیلی دوست دارم، ولی این اصلا رقصنده حرفه‌ایه ها. یه دونه ویدیو، اون ویدیو بود که از اینا بود که میرفتی از زیر و پرتت میکردن بالا و اینا. نه ولی من روی شوی بودم تو آلمان، به هر حال رقصیدی دیگه، اون رقص توه دیگه. اینجا هم تو انگلیس هم هست، it's called dancing with the stars. یه بار یه ویدیو گذاشتم تو آی جی، اصلا فکرم اون موقع ما هنوز هم دیگر نشناختیم، 4 سال پیش، و کیف کردم چقدر آلمانیا باش کیف کردم. گفتم ببین ما ایرانی ها دخترای ایرانی خیلی رقص و دوست داریم، خب اجراش کن اینو. آخه یه ذره خجالت نه اوکی. تو خجالت میکشی؟ ویدیو رو اینجوری گفتم که البته از قبلش هم بگم من خودم از اون دخترام، یعنی تا قبلی که یکی ناراحت بشه من گفتم خانمای ایرانی، دخترای ایرانی اولا خیلی خوش رقصن کلا، بعدش اینا که البته میان مثلا سر یه مجلسی، عروسی، مهمونی، حالا هر جا میان، اول که وارد میشن خب من به عنوان استنداپ کمدین مردم رو نگاه میکنم، اینجوری انالایز میکنم دیگه، مثلا دیدم خیلی مثلا برخلاف آلمانی ها که بعضی زن اینجوری زمخت برخورد میکنن، ایرانی ها خیلی اینجوری با یه نزاکت و با یه نزاکت مثلا میان بگم سلام علیکم حال شما، خیلی من خیلی با آروم، خیلی ممنون. بعد که مثلا میشینن بعد مثلا حالا موزیک شروع میکنه، بعد مثلا مردم میگن پاشو بر، نه من اصلا زیاد خوشم نمیاد زیادی به من توجه بشه، خیلی ممنون، من اصلا نه خیلی ممنون شما برخصید، من زیاد علاقه ندارم. میکشمت کلکل میکنم، اما درست نیست، درست نیست، با هم با دوستی و آرامش شروع کنین، خواهیش زود باشی سینا، تو باشیری تو بریم حاضر آب و بخورو دیدیم مثلا میخوان در بکنه علاکی توف میکنم علاکی توف برای چی میکنم نه hold me back حالا هیچکی داره آنه let me go حالا هیچکی nobody داره نگرفته میدونی بازی چه جوریه که can you know what دعوا که میشه بعد فقط میخوان یه دلیل داشته باشن دعوا نکنن شانس داری که مثلا today is Tuesday من Tuesday ها دوانه میبرم شانس رو بردیم بود دوشنبه است if it would be چهارشنبه I would kill you but Tuesday بریم بریم 3 چهار برای بخواهیم 2 1 بخور رو بنداز آفرین بذارم لمه مرسی یه ذر آرومتر بزن بیا کجا میری بیا این نرفته یه ذر آرومتر بزن نه خیلی آرومتر yes I did it نه نه یه بار دیگه آلمانی نزن خیلی آلمانی
آلمانی نزن، ایرانی بزن. شانسی بود، آبان سادم بهت. تازه I did slow که مثلا ناراحت نشید. آره، تازه یه رو بایستاده بودیده شیرین میدادی من بودم. تازه اول هوا رو اشتباهی کرد. شانس رو بودی که یه سنده برامون میکنی؟ به فارسی؟ دو تا جوک، دو تا جوک بگو. اوکی، دو تا جوک، دو تا جوک. من که تازه شروع کردم با استنداپ فارسی و خب فارسی زبونم هنوز اونجوری تکمیل نیست. اگه آلمانی ها یه حرف بدی به من بزنن، مثلا فوش بدن، چیزی بدی بگن، خب من مسلطم معلومه چی میگن؟ مسلمن پاکش میکنم، بلوکش میکنم، ناراحت میشم، میگم نه اوکی مثلا این دیگه درست نبود این حرف و اینا. ایرانی ها بهتون بگم، من اینقدر افتخار میکنم به کامنت های شما، اینقدر افتخار میکنم که فالوور دارم از خود ایران، اصلا برام مهم نیست که چی نوشتن، چون به خصوص برای بازار آلمان، برای تمام این کانال تلویزیونی بزرگی که با من کار میکنن، اونا تازگی ها متوجه شدن که ایرانی ها منو فالو میکنن و کامنت ایرانی زیاد شده. سر این میتینگ ها میشنن میگن این دختره یه ذره بین المللی شده، ایرانی ها فالوش میکنن، از ایران کلی کامنت ایرانی داره. حالا نمیدونم که اونجا نوشتن انیسا مادرت، خواهرت، پدرت. منم اصلا من هر زبانی که باشه بلوک میکنم غیر ایرانی. یعنی شما لطف کنین فقط کامنت بذارین، اصلا مهم نیست هر چی نوشتین نوشتین. That's cute. Thank you. خیلی باحال بود. خیلی. استنداپش خیلی باحال بود. کلی خندیدی. باحاله. کلاً بچه با انرژی و باحال و خاکیه. کاملاً. اینجوری فکر می‌کنی راجع بهش؟ اصلاً. اصلاً به نظر نمیاد. وقتی میای از جلو می‌بینیش تازه می‌فهمی چقدر آدم باحالیه. چقدر همه چی یادشه، ضرب المثل‌ها یادشه، همه خاطره‌های جالب. اصلاً تو به آلمانی حرف زدن به نظر من سخته، چه برسه به جوک تعریف کردن. 100%. والله به خدا. کاملاً درست. اصلاً به پایان برنامه رسیدیم ها؟ بله متاسفم. خب میخوای بله خواهش میکنم. خوشباله برنده. خوشباله برنده. خوشباله برنده. معرفیش کن. ایشون باشن. 3-2-1 برنده عزیز. برای دریافت جایزه رو به صورت دایرکت مسیج بهتون اعلام خواهند کرد. اگه می‌خواید به صورت آنلاین برنامه رو تماشا بکنید، من باز دوباره دارم اون برنامه نگاه می‌کنم. این دوربینه آقای سینا ولی الله، اینه دوربین، اینه ابله. دو شخصیت خدمت چی داشتم میگفتم؟ اگه برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بکنید، می‌تونید از طریق یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید. اینم کانال یوتیوب بنده است. اگر می‌خواید در قرعه کشی هفته آینده شرکت بکنید، عکسی که بنده و شادی خانم توی اینستاگرامشون پست میکنن، شادی خانم عرض کردم ایشون پست میکنن، منم پست میکنم، ولی ایشون پست میکنن و اونجا برید کامنت بذارید، برنده رو ما خودمون یه هفته آینده تعیین میکنیم. خداحافظی کنیم شادی خانم. بله خیلی ممنون. من کاری ندارم، خواهش می‌کنم.